پس از سفر جو بایدن به منطقه که در مورد برخی موارد بدون دستاورد و تکرار دیدگاه‌های قبلی او و حزب دموکرات آمریکا بود، همچنان اعتماد به نفس داخلی در مورد رئیس جمهور آمریکا برای ایستادگی در برابر خودکامگی هسته‌ای رژیم اسلامی پایین است. نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، با انتقاد شدید از رویکرد دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید رویکرد ضعیف دولت به مسئله ایران تهدیدی برای آمریکاست. هیلی در بیانیه‌ای که در جریان سفر بایدن به خاورمیانه در وبگاه نشنال ریویو منتشر شد اعلام کرده در حالی که رژیم ایران به روسیه پهپاد می‌فروشد و به نیروهای آمریکایی حمله می‌کند، بایدن باز می‌خواهد با آیت الله ها معامله کند. این یک سیلی به صورت اسرائیل و متحدان عرب ما و تهدیدی برای آمریکاست. سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل افزود بایدن در زمانی که باید قدرت نشان بدهد با امتناع از ایستادگی در برابر رژیم ایران ضعف خود را آشکار می کند. به نوشته نشنال ریویو، مسئله جمهوری اسلامی موضوع اصلی سفر رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه بود. وی در جریان سفر خود متعهد شد تا در قبال برنامه هسته‌ای تسلیحاتی ایران سختگیر بماند و گفت در صورت لزوم از نیروی نظامی به عنوان آخرین گزینه استفاده خواهد کرد. بایدن درباره احیای برجام از جهات مختلفی تحت فشار قرار دارد. از یک طرف رژیم جمهوری اسلامی اصرار می کند به عنوان یکی از پیش شرط‌های احیای برجام سپاه پاسداران باید از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا خارج شود. از سوی دیگر اکثریت دو حزبی در سنای آمریکا در ماه می به طرحی رأی دادند که بر اساس آن هر گونه توافق هسته‌ای با تهران باید حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم را مورد بازخواست قرار دهد و طبقه بندی تروریستی و مجموعه تحریم‌های سپاه پاسداران باید به هر ترتیبی حفظ شود. در ماه آوریل نزدیک به 50 مقام نظامی بازنشسته آمریکایی به بایدن نامه‌ای سرگشاده نوشتند و در آن از تلاش بایدن برای احیای توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کردند. آنها گفتند این توافق به گستاخی و یاغیگری بیشتر رژیم ایران می‌انجامد. 18 عضو دموکرات کنگره نیز در همان ماه جلسه‌ای برگزار کردند و توافق احتمالی دولت بایدن با رژیم ایران را محکوم کرده و نگرانی خود را درباره امتیازات احتمالی که کاخ سفید مایل است به تهران بدهند ابراز داشتند. روز 19 جولای 28 تیر ماه سناتور جمهوری خواه جونی ارنست به خبرنگار ایران اینترنشنال گفته است اظهارات اخیر مشاور خامنه ای درباره توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت بمب اتم باید در حکم بیدار باش برای دولت بایدن باشد. اشاره سناتور ارنست به سخنان اخیر برخی مقامات بلند پایه رژیم از جمله مشاور علی خامنه ای کمال خرازی است. او 26 تیر ماه گفته بود ایران توانایی فنی برای ساخت بمب هسته‌ای را دارد و اگر ما آن را نمی‌سازیم به این دلیل است که فعلاً تصمیم به این اقدام نداریم. سناتور ارنست درباره اظهارات اخیر کمال خرازی گفت معتقدم اظهار نظر او باید زنگ بیدار باش برای دولت بایدن و
و برای بقیه در خاورمیانه باشد. ارنست در ماهای اخیر طرحی را با عنوان بازداشتن نیروهای دشمن و فعالسازی دفاع ملی با نام اختصاری دیفند به کنگره آمریکا ارائه کرده که هدف از آن مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی در منطقه است. او درباره این طرح به ایران اینترنشنال گفت: این طرح کشورهای عضو پیمان ابراهیم و برخی از سایر شرکا و دوستان و متحدان ما در منطقه را گرد هم می آورد و زمینه ای برای ایجاد دفاع و حفاظت در مقابل رژیم ایران فراهم می کند. سناتور ارنست با تأکید بر دسترسی جمهوری اسلامی به فناوری و پیشرفت سریع هشدار داد: بدانیم که ایران هیچگاه در راستای منافع آمریکا قدم بر نمی دارد. نیکی هیلی که یکی از مستعدترین نامها برای نامزدی انتخابات بعدی ریاست جمهوری محسوب می شود، روز 19 جولای در توییتر نوشت: امنیت ملی ما به دور نگه داشتن بمب از ایران بستگی دارد و اگر آمریکا این کار را نکند، اسرائیل باید انجام دهد و ما باید کمک کنیم.